درود بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو آناریس. و امروز توی این ویدیو با هم دیگه قرار تنظیمات مربوط به جامپ داخل کانتر استرایک و داخل CS2 رو با هم دیگه ببینیم، بررسی کنیم اینکه چجوری جامپتون رو روی اسکرول موستون قرار بدید یا اینکه هم روی اسکرول موس قرار بدید هم روی اسپیس قرار بدید. کانفیگای مربوط به این موضوع رو می‌خوایم بررسی کنیم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. خب مثل ویدیو قبلی تمام کانفیگایی که لازم دارید رو توی دیسکریپشن همین ویدیو براتون نوشتم، میتونید خیلی راحت از همینجا کپی کنید و بقیه مراحل رو همینجوری که الان بهتون میگم و قبلا هم گفتم اجرا بکنید. پیشنهاد شخصی من اینه که اگر میخواهید جامپتون رو روی اسکرول موس تو تنظیم بکنید داخل فایل اتو اگزیکتون قرار بدید، ولی میتونید داخل کنسول هم به صورت جداگانه تایپش بکنید. و همونجوری که توی ویدیوی قبلی مربوط به کانفیگا بهتون گفته بودم اون فایل اوتو اگزیک رو حتما داشته باشید و اگرم الان ندارید و اولین بار دارید این ویدیو رو میبینید، لینک ویدیو قبلی این بالا میاد، میتونید روش کلیک کنید. توی اون ویدیو گفتم که چجوری یه فایل با فرمت CFG بسازید و اوتو اگزیک چیه و چی کار میکنه. خب کافیه کامنت هایی که داخل دیسکریپشن هستش رو کپی بکنید، فایل اوتو اگزیکتون رو با نوتپد باز کنید. اینجا شما کامندایی رو دارید ببینید که توی ویدیو قبلی اضافه کردیم به فایل اوتو اگزیکمون و خیلی راحت اون کامنت ها رو کپی پیست بکنید. با این کامنت هایی که ما به گیم دستور دادیم الان شما اکشن جامپتون هم روی اسکرول موستونه و هم روی اسپیس بار کیبوردتونه. اگر خواستید که از روی اسپیس بار کیبوردتون جامپتون رو حذف بکنید، کافیه که این دوتا قسمت آخر هر دوتا بایند رو حذف بکنید و خط پایین تر هم بنویسید unbind space. با این تنظیماتی که الان دارید میبینید جامپتون فقط روی اسکرول موستونه، ولی اگر هر دوتا رو خواستید که هم روی اسپیس بار باشه هم روی اسکرول موس، دست به کانفیگ نزنید، همون چیزی که توی دیسکریپشن هستش رو کپی پیست کنید. در نهایت هم فایل اوتو اگزیکتون رو یه سیو ازش میگیرید. خب حالا این تنظیمات و دستوراتی که به گیم دادیم رو بخوایم تست هم بکنیم، همونجوری که دارید روی صفحه میبینید الان هم با اسکرول موس جامپ میزنم چه بالا چه پایین و هم با اسپیس. و اینکه اصلا چرا باید جامپ رو روی اسکرول موس قرار بدیم، خب دلایل مختلفی داره. اولیش اینه که خب یه سری با اسکرول موسش راحت ترن و دلیل اصلی تری که داره توی CSGO و قبلتر شما بانی هاپ رو میتونستید خیلی راحت تر با اسکرول موس انجام بدید، ولی توی CS2 این قابلیت هنوز نیست. اگه شما بتونید یکی یا دو تا بانی هاپ هم بر فرض مثال پشت سر هم توی CS2 بزنید صرفا اتفاقی بوده. یه سری کارا میشه کرد واسه بانی هاپ، اینکه بخواید FPS رو تغییر بدید اینه که خب چیت محسوب میشه. دمتون گرم که ویدیو رو تا آخرش دیدید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. توی کامنت ها اگر کانفیگ خاصی مد نظرتون هست بهم بگید، نظراتتون هم بنویسید. دمتون گرم تا ویدیوی بعدی.